سابق ما یک 18 منزله داشتیم، حال دیگه نام خدا در سطح شهر کابل بسیار ساختمانهای با معیارهای جهانی ساخته شده و با امکانات خیلی خوب ساخته شده. به چی مدت این پروژه طول کشید؟ ما به یادی ما خود زیاد وقت میشه دیگه، ما میگم بچه کابل هستیم بیادر حتما چشم ما خورد از یک گذشتیم. این پروژه دیگه تقریبا 8 ساله در بر گرفت. این دوکان ها دیگه حتما متر مربع به کرایه میره، درست؟ یا به متر مربع به کرایه میته میشه. در مورد امی مثلا یک واحد اگر شما صحبت کنین که 3 اتاقه چند ارزش داره؟ اینمی 3 اتاقه ما حدودا 1,30,000 ارزش دارن، 135 متر مربع است. باز دوستایی که میان کتشان جور آمد هم میکنیم. خوب است امی فضای دفتر تا فضای آپارتمان ها متفاوت تر باشه، اگر به اون نقشه باشه خواهی کمک دلگیر می باشه. 100% دفتر و آپارتمان های ما زیاد فرق میکنه چون یک فضای باز باشه. امی جا راستی جای طبیعت است، از اینجا که هر نقطه کابل را سعی کنی معلوم میشه. اینجا باز دوستای دیگه هم آمده میتونن یا محدود است؟ به نام خالق هستی با تقدیم سلام، وقت بخیر دوستداران شبهای کابل، خدا کنه که جور و تیار صحت و سلامت باشین. خرسند هستم که باز هم خداوند متعال یک روز دیگر برای ما فرصت داد تا بیایم خدمت شما و یک گزارش خاص تهیه کنیم. اما امشب شبهای کابل متفاوت تر از شبهای گذشته است یا هفته های گذشته است. امروز ما به دهن باغ ناحیه دوم شهر کابل آمدیم، یا بیشتر دوستان میگن باغ زنانه. شما کم بیش اطلاع دارین دیگه که دمی هفته گذشته یا چند روز قبل افتتاح یکی از بزرگترین تاورایی که به شکل استاندارد و با معیارهای جهانی ساخته شده افتتاحش بود و ما متاسفانه نتونستیم اونجا حضور داشته باشیم، اما خواستیم یک برنامه خاص بر شما تهیه کنیم از بازسازی های کشور ما هم که یک دلگرمی است و استقبال میکنیم. مطمئن هستم شما عزیزایی که ما را در صفحات مجازی دنبال میکنین دوست دارین و حمایت میکنین از همچو پروژه های. چند قبل هم ما یکی از مارکت های بزرگ الکترونیکی را بر شما معرفی کردیم. امشب آمدیم و هوا بسیار سردم شده دیگه، حالا باید کم کم لباس ها رو هم تغییر بدیم، لباس های خزانی بپوشیم که سر ما تاثیر میکنه، شما متوجه ساعتتان باشین. دیگه از اینجا شروع میکنیم. امی تاور که شما در عقب میبینین اینو میخوایم به معرفی بگیریم، یا یک برج بسیار بزرگ که گفتیم مردم ها سابق ما یک 18 منزله داشتیم، حال دیگه نام خدا در سطح شهر کابل بسیار ساختمان های با معیارهای جهانی ساخته شده و با امکانات خیلی خوب ساخته شده که قلبا خوش میشه. خب حالا گفتیم مردم این کلایت که بانی کلایت مفته پایین دیگه همه قبلند است. جزیاتش از یکی از دوستایی که با ما هستن امشب میشنویم. شما در شبای کابل ما را همراهی کنین، اما تو قصه کدم میریم، برنامه دوستانه است. امروز اگر با عزیزا در سطح شهر نبودیم یک کم اختصاصی ساختیمش به خاطر امی عزیزای ما که قصه قصه وطن از دیگه. السلام علیکم، بخیر هستین؟ سلامت باشین. خوش آمدین. بخیر هستین؟ صد خوب است. تشکر. سلامت باش. مونده نباشین انشالله که صحت و سلامت است. شکر است. از خداوند راضی هستیم. این جانب مصطفی رحیمی، یک تن از مدیر مسئله عظیم تاور. خوش هستیم که با شما هستیم. اول خبرتون یک تبریکی میتونم دیگه. سلامت باشین. سلامت باشین. به همه ملت رنجیده افغانستان تبریکی میتونم کنچون تجارت سرمایه داره که هست که در وطن سرمایه گذاری میکنن، افتخار میبخشن به وطن ما. بسیار خوب، قصه وطن از دیگه دوستا بفرمایید. میریم عزیزا بیاین که اول همین حال اگه ببینین تصویرهایش انشاءالله براتون نشر میکنیم در جریان بعد از اینکه ما داخل رفتیم ببینیم، بعدش میریم که با چند طبقه با چی خصوصیات ساخته شده انشاءالله در این برنامه بیننده باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به 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 ماشاءالله اینو بیادر کم دل ما خوش میشه. خب بریم تا قصه کده پیشتر بریم. بر رسپشن طرف دفتر معلومات یا رسپشن امو تو بریم؟ باش که ما شاله اینه با طرح و دیزاینه که دوستان مشاهده میکنین مقبول است. اینجا چقدر یک فضای که متفاوت داره. خوش میشه ما بیادر که مام سلام. قدم به قدم با ادقل و کشورهای منطقه و همسایه پیش میریم نی؟ خواه ماشاءالله. نمی فیصل جان که از انتظارگاه لفت است به حساب تجارتی بلاک سیز مکمل دفاتر استش که 84 دفتر داریم او 200 دانه دکان داریم. انتظارگاهشان است، منتظر لفت میشینن دیگه. او ریسپشن یا بخش معلومات چی ما رهایشی ما کمک پیشتر است، میریم از نزدیک مشاهده میکنیم. خوب است. خب معمولا این مارکت های تجارتی که دوستا ساخته میشه چقدر مقبول است اینی؟ ایره دیگه بیشتر دوستای ما چی نام میتن؟ بخش معلومات. خب بیام کار عزیز، این بخش رسپشن یا معلومات است. بسیار خوب، به به بسیار مقبول. یک فضایی که بسیار همون تا آرام و یک سقفش هم ماشاءالله خوب بلند و طرح و دیزاین که اینجا کار شده متفاوت تر است. خب اینجا شما گفتین هم بلاک های رهایشی است، هم دفاتر است و هم بخش بزنس یا تجارت دارین. در کدام طبقات شما طبقه های اول اینجا دکان ها یا مو بخش های تجارتی را اختصاص دادین؟ محترم از ما که از 3 بلاک عموما ساخته شده که 2 بلاک ما رهایشی است و 1 بلاک ما مخصوص تجارت و بزنس است. باز امی دکان های ما 4 منزل است، یعنی 4 طبقه ساخته شده که برای شاپینگ مال یا بزنس سنتر رو در نظر گرفتیم. او در حدود 120 اپارتمان همینجا ما جور کردیم به هموطنان عزیز خود. و چی مدت این پروژه طول کشید؟ ما خواه بیادی ما خود زیاد وقت میشه دیگه، ما میخوایم بچه کابل هستیم بیادر ادمن چشم ما خورد از یک گذشتیم. این پروژه دیگه تقریبا 8 ساله در بر گرفت، چون بسیار سر کیفیت کار کردیم اینجا، بسیار زحمت کشیدیم به وقت، چون به هموطنان خود یک چیز رو بسازیم که حداقل امو زندگی سهولت در سهولت داشته باشن و با کیفیت کار کردیم. وقت طولانی بود. امی ساختمانی که ساخته شده، بله. درست؟ امی مارکت بزرگ، ایره خود انجینرهای افغان ما ساخته؟ هم انجینرهای افغان داشتیم هم ترک بود که تماده، چون ترک ها دیزاین کردن میکنن، طرح و دیزاین انجینرهای ترکیستن. در پالوی از وقت ما انجینرهای افغانی هم کار بودن و از برکت از واس که انشاءالله این روز اینه شاید یک پروژه استیم که در سطح کابل نظیر نداره. پروژه که در سطح کابل نظیر نداره در قصهش میلیون است. من صد میلیون است. چند میلیون دلار؟ حدود 20 میلیون 25 میلیون هزینه داره. بسیار خوب، قصه ها را می داشته باشیم. میریم به بخش دکانا، او را معرفی میکنیم، بعدش دیگه سوالات هم داریم که اینجا انشاءالله با شما شریک میسازیم. بفرمایید.
خواه دوست عزیز، حال بر ما یکم توضیح بده. اینجا خب ما دوکان ها را میبینیم، ماشاءالله خوب دوکان های کلان و وسیع است. دهلیزش بسیار خوب، دهلیز کلان. نگه دوکان های ما تقریبا آماده است، انشاءالله یک چند روز بعد احوالش معلوم میشه که کرایش چند است و فروش است، سر از او تصمیم میگیریم و دیگه ایره مشخص مثلا به سیمساری و زرگری و صرافی کردیم، چون هموطنان ما که در بالا زندگی میکنن، فامیلایی که هستن، مشکلات از وام رفع شوه و از خاطر از چهار طرف هم بیاین علاقه دارن. خواه زرگری و سیمساری و صرافی و به این چیزا میتونیم. این دوکان ها به کرایه میره یا به فروش؟ نه خیر، یا به کرایه هستن، کرایشان تا نوز تثبیت نشده، انشاءالله در آینده نزدیک تثبیت میشن. دور و دور میرخم دوکان هاست یا میرسته است؟ نه دور را داریم، چهار منزل ما تقریبا 200 دوکان داریم. خیلی میتونی اگر حرکت کنیم اینجا بر دوستان هم نشان بتیم ببینن که به اینی شکل است. خواه این دوکان ها دیگه مدمن متر مربع به کرایه میره، درست؟ یا به متر مربع به کرایه میتیم میشیم. بسیار خوب. سیستم آب و برق و خود پارکینگ هم چیز یادآور نشدیم؟ بله، ما سیستم برق دولتی هم داریم، یک مگاوات برق داریم، خود ما برج داریم، دیگه پارکینگ ما دو منزل است، گنجایش 160 عرده موتره داره و دیگه سیستم آب داریم که آب ما 24 ساعت از خود ما چا داریم و از اون استفاده میکنیم. دیگه سیستم پارکینگ سیستم کانالیزیسیون داریم که اما بعض مواد غایته اونجا تصفیه میشه و تصفیه کن داریم، آب ما را پس در زراعت استفاده میکنیم، مثلا به باغ زنانه میتیم آب. دیگه این سهولت ها را دارن. دوستا دوکان ها رو خود مشاهده کردین، حالا میریم به سمت پارکینگ. حالا خواهی اصطلاحات انگلیسی رو بگویم دیگه، جایی که موترا ازگاه موترا بگویم دیگه. خواه این قسمت است. خب بسیار خوب، این محل است که دوستا از این طریق میتونن موترهای خود بیارن و پارک کنن. بله سبی آمد است و این رفت است، پس دست خود میبرن، به کس مزایمت هم نمیکنن، به ترافیکو به مردم ها. دیگه دو منزل ما پارکینگ است و یه رمپشش میشه میریم از نزدیک میبینیم. خوب. بین دوستای چند تصویر ببینیم کوتاه، بعدش میریم به طرف دفترها و بلاکا. بخش پارکینگ دوستا، حال خود اگر باید حتمی و ضروری است دوستایی که بلاک یا دفتر می داشته باشن باید بخش پارکینگ مشخص باشه. خب اگر بگین در چی مساحت ساخته شده این مارکت و سهولتاش که در این پارکینگ از چی چیزا است؟ تقریبا پارکینگ ما که از گنجایش 160 متره داره و مساحت عمومی زمین ما که از یک جریب و یک بسو است و سهولتایش که از پارکینگ اینمی است که اگه هموطن ما کوچ خود یا بار و بستره خود گفته هم یا نمیارن، یک لفت کارگو داریم که از اینمی اینجا میتونن یا انتقال بتن امو وسایل خانه. وسایل خانه لفت کارگو که میگن یعنی چیزایی که وزنش بیشتر باشه میتونن، مثلا یخچال است، تخت است، تخت خواب است، ماشین کالاشویی است، یک چیزی گرنگ باشه و نسبت این لفت کلان است، به این خاطر لفت کارگو میگه میره.
بسیار خوب. اینه چون قصه که ما بهتر خبر نداریم. خوب است. اینه مساحتش هم خوب است و فضایش اینجا راحت تر است. مهمترین گپ اینمی است که یک نفر کوچکشی میکنه. ما کشورهای خارجی وارد نیستیم که در امکانات باشه که بریم کل وسایل داخل اپارتمان باشن. ما هر جایی که رفتیم کوچ بار ما در پشت ماست. مردم پندکی ما در پشت ماست. دیگه از اون خاطر باید یک سهولت است برشان که اموال خود وسایل خانه خود به راحت تر از زندگی انتقال بدن. بسیار خوب. میریم به بخش آپارتمان ها. دوستا بیننده باشید. مصطفی جان پیش شده که بخیر کل ما خواده طبقه چندم آمدیم بخش آپارتمان هاست؟ بخش آپارتمان هاست طبقه 14. دیگه در دالیز ما 4 واحد داریم که 3 دانش 3 اتاق است، یکیش 4 اتاق است. میشه که به معرفی بگیریم برد؟ امی واحده، امی آپارتمانه معرفی میکنیم، بفرمایید. خب اینجا گفتین دی واحد چند آپارتمان است حدودا؟ دی منزل ما 4 آپارتمان است. خوب است. این آپارتمان ما که است؟ خب او یک تا میمن خانه جدا از فامیل او حدوداً متر مربع شام 135 متر مربع میشه از داخل ببینیم. خوب است. این میمن خانه است؟ این میمن خانه است. آه خوب است. یعنی خوب جای که آزاد است. میمن خانه باید کم کلان باشه دیگه. دوستا و رفقا میاد دیگه. ما شما خوب افغان هسته دیگه، بدون میمن هم نمیشه. تشناب جداگانه داره برای مهمان و دروازه فامیل است که بیخی از میمانخانه جداست. این خوب بسیار خوب است که بیخی مسیر رای که میمان میباشه راحت تر باشه و فامیل هم راحت تر. این بخش دیگه بیخی تو معلوم میشه که یک واید دیگه باشه. خب این دهلیزش است دیگه. دهلیزی که معمولا دیگه تلویزیون و یکی اتاق خواب است، یکی اتاق نه غذا نشیمند میشه دیگه. خب بسیار خوب. میریم به بیشتر سقفش هم میبینین که چوب کار شده و خصوصیات دیگهش یا یکی از اتاقهای دیگهش هست. همین رقم هست؟ خب چند در چند هست اتاقهایش؟ یعنی اتاقهای 3 در 4 3 در 5 هست. خب 3 در 4 3 در 5 و یک خوبی دیگه هم که دید داره به طرف داخل. این روشندازه است که وقتی ما شما در سالون میشینیم یک روشنی بته، یک روشنی و یک نما و یک دیزاین خاص است. مقبول است. و در مورد سیکوریتیش یا بخش امنیتیش هم چیز بگوین برای ما باش که ما نمیفهم. شما پیش هاینی آشپزخانه است؟ آشپزخانه است. خب این طرف دیگه اتاق بود؟ یک تشناب داریم، یک اتاق داریم. تشناب این دستشویش هست دیگه، درست؟ دستشوی هست. خب یک اتاق دیگه است. یک اتاق دیگه هست. اینه باش که دیگه ما نابلد هستیم. یک اتاق و دیگه اتاق، یکی دو سه اتاق. دو دستشوی داره؟ سه دستشوی داره. بله یک آشپزخانه. یک آشپزخانه است، درست؟ یک آشپزخانه است. خب دیگه در آشپزخانه ما با متنن عزیز خود یک منقل، یک اواکش و در هر دستشویشان یک یک تا بایلر میتیم. این طرف؟ این طرف برای باکن میگین، برای نمیگین دارن. خب اینیش خوبش بله. اینه بله. از اینجا میتونیم گفتیم مردم شماشا کنیم یا تماشا. اینه شبای کابل هم میتونیم از اینجا خوب یک تصویر بگیریم. ماشاءالله چه خوب کابل مقبول معلوم میشه. چراغان که باشه بیخی زیباتر میشه. دیگه خداوند دیگه همیشه ما تو چراغان داشته باشه شنو. آمین. بسیار خوب. انشالله که وطن ما اینه تو بلند منزلا مارکت ها ساخته شوه که هر قدر سهولت برای مردم ما باشه و مردم ما یکمه که بتونن کار غریبی هم بیشتر شوه که راحتر زندگی کنن. بر خود ما میکشه، بر ما همه چیز است. در مورد امی مثلا یک واحد اگر شما صحبت کنیم که 3 اتاقه چند ارزش داره؟ اینمی 3 اتاقه ما حدودا 1,30,000 ارزش دارن. 135 متر مربع است. باز دوستایی که میان کتشان جور آمد هم میکنیم.
چون چقدر گفتین قیمت شد؟ 1,35,000 دلار امریکایی. دیگه باز هموطنای عزیز ما میشه بیاین باز تخفیف هم میتیم برشان جور آمد. قیمت زیاد نیست؟ ولی زیاد است. خود چون اینجا کارم شده، مصرف هم شده، مصرف شده سرش با ساحه تجارتی است. دیگه قلب کابل است. دیگه همین سهولت ها را داره در باره سیکوریتیش. 1,35,000 دلار. بله. خب. بسیار خوب. دو اتاقش باز چقدر ارزش داره؟ دو اتاقه نداریم. از ما حساب ما به متر است. فعلا بای کردیم مثلا 3 اتاقی خور داریم 114 متر. باز میشه در کته متنان عزیز ما جور آمد کنیم 150-100 دلار. مشکل نداره. به حساب همکاری به یک قسط بگویم هم میشه بعض مردم های یعنی شما این مراحل هم دارین که پول خدا در چند مرحله به قسط بپردازن؟ بله بله، چون هموطنه ما از فعلا تک شرایط نیست که پول نقد بگیریم از پیشش کاروبار از واجه شد که به یک اپارتمان بگیره. مثلا اپارتمان در چند قسط برشان میپردازن؟ اینی میده مثلا ما در 3 قسط 4 قسط همراهشان هم یک همکاری میکنیم. چند سال؟ در حدود 2 سال. از نگاه ساخت و ساز، از نگاه در مقابل حادثات طبیعی، زلزله و بعض حالات، اینا با چی استاندارد ساخته شده؟ بله، اینه میره طرح و دیزاین از یارا کلش انجینرهای ترکی کردن. دیگه مقاومت از این 9.5 در مقابل زلزله است. دیگه خداوند از آفتها ما شما را نگاه کنه. دیگه لنتر و کانکریت ازی که هست 15,000 میگن برش. بسیار از یک کوالیتی بالا کار گرفته شده. سیخ ازی همچنان. دیگه این پروژه که قطول کشید یکانه علتش اینمو بود که ما با کیفیت کار کنیم، یک چیزی را جور کنیم که در افغانستان نظیر نداشته باشه. انشاءالله که جزیات را گفتیم دیگه چیز باقی نمانده. میریم یکی از دفاتر را معرفی میکنیم و داخل میریم بام یک چکر اگر یک طبیعت هم ببینیم این فضای کابل هم بفرمایید. بیاین که بخش تجارتی است. بله، بخش تجارتی ماست. منزل 13 است. این دفتر یکی از دوستای ماست که گرفتن یک دیکور و دیزاین بسیار مقبول کردن. میشه بریم از نزدیک ببینیم؟ بله بسیار خوب. ای باز خواب اینجا قبلا ادمن چی بوده دیگه فکر میکنم؟ اتاق ها مشخص بود یا فضای دفتر ها تو حال است؟ نه، فضای دفتر ما حال است. چند نوع دفتر داریم، حال هم داریم، اتاق هم داریم. تقریبا دیزاین ها و طرحش فرق میکنه. فقط امی که در تصویر ها بشینین اینجا. خب اینی حال است که مربوط دفتر است. باز یک اتاق دیگه هم داره؟ بله، یک اتاق دیگه داره، یک حال داره، یک ریسپشن، یک آشپزخانه و یک تام دستشویی دارن. دیگه تقریبا 103 یا 104 متر مربع من مساحتشان است. خوب است همین فضای دفتر تا فضای اپارتمان ها متفاوت تر باشه. اگر به اون نقشه باشه خواهی کمک دلگیر میباشه. 100% دفتر و اپارتمان های ما زیاد فرق میکنه، چون یک فضای باز باشه. دفتر جای است که ما
کل روز هستیم کار میکنیم، فضای دلگیر نمیشه که کار کنیم ما شما براحتی، از او خاطر یک فضای باز هستن. باز در قیمت ها چرا خم هست؟ فرق میکنه با خود رهایشی یا یک قیمت هستن؟ نه خیر فیصل جان عزیز، قیمت های رهایشی تا تجارتی فرق میکنن. دفترهای ما دیگه یک قیمت تر هستن نسبتا به رهایشی، چون جای صحیح است که تجارتی است دیگه قیمتشان بالاست. خب چند مثلا نمی دفتر شما چند برای دوست ما فروختین؟ ایره به من دوست ما تقریبا متر 1300 دلار امریکایی به نرخ روز محاسبه شده فروختیم. دیگه باز بعضی دیکور و دیزاین دوست عزیز ما کردن، سلیقه خودشان است. عزیز ما خوب سلیقه دارن. خب مصرف بیشتر کردن. به هر حال بیایم که می اتاق دیگه هم اینجا شما گفتین یک اتاق دیگه هم است. خب باش که اینجا بیایم. او دفتر کاری هم یک اتاق مشخصه که میتونن با دوستا باشن. یک اتاق است مثلا اگه اونجا خسته شدن دیگه اینجا من بشینن خدا راحت کنن یا در تلفن صحبت میکنن. پارتیشن میتونن دوستا پارتیشن هم کنن یا فقط تعیین شده دیگه نقشه کس فقط دیکور بزنن؟ دیکور هم میتونن. بعض دوستای ما هست که مثلا و پارتیشن هم کردن، ما مشکل نداریم چون جایداد از خودشان خواه و ما هیچ مشکل نداریم دیگه. هر کس هم سلیقه و ذوق و سبک زندگی خودشان. بسیار خوب. خب دوستا خداحافظی باقی مانده. ایام حاله که یا واحده که مربوط تجارت و بزنس است، یکی از دفترها یکی از آپارتمان هم شد دیگه، یک خداحافظی باقی مانده. او را دیگه میریم به طرف بام بیننده باشین، چند تصویر شما از اینجا مشاهده کنید. بفرمایید. خب آمدیم در طبقه 24 به این تاوره که به بزرگی ماشاءالله ساخته شده. همینجا راستی جای طبیعت است، از اینجا که هر نقطه کابل سعی کنی معلوم میشه. اینجا باز دوستای دیگه هم اومدن میتونن یا محدود است؟ نه خیر، هر وقت هر دوست که ما میایم هیچ ما مشکل نداریم. ایره با مردم ساختیم که تا مردم بیان از این فضا لذت ببرن. خودت پرسیدی که چطور برنامه رو خواستی شب بگیری؟ من گفتم همین زیبایی شبه و امی زیبایی که دری جب بوده ما باید ایره به تصویر بکشیم که دوستا خوبتر و اما تو پرزرق و برق ببینن. این از اینجا که هر نقطه بخواییم اون سمت مثلا خیرخانه میشنی کمره دیگه میدان هوایی کابل میشه، این سمت خیرخانه میشه، این طرف کوی تلویزیون است. میفهم بیا که شهر نو اینه در چند قدمی ما است. او تا جایی که چشم کار میکنه یک دید داره، دیگه این طرف هم کوی تلویزیون است، یک دید بسیار خوب داره. بسیار تشکر از این که بر ما وقت دادین و خسته هم بودین. انشالله مصطفی جان موفق باشین به کارهایتان، از معرفتتان خوش شدیم. داخل هر گفتنی که دارین کوتاه سخن بگوین به عزیزا. سلامت باشین. شما هم جهان سپاس که آمدین پرسان ما را کردین. دیگه پیام ما به همتنه عزیز ما می است که خود در جایی که باشن، داخل از کشور باشن، خارج از کشور باشن، خوش و آرام باشن، با امیدی آرامی و یک صلح دائمی در وطن. برکت ببینید. بخیر باشین، سلامت باشین. تجارا رو یک تشویق نکردی که سرمایه گذاری کنن در وطن؟ 100% از تاجرای ملی خود، از سرمایه دارا می خواهیم که دمی وطن خود، دم کشور عزیز ما افغانستان سرمایه گذاری کنن، چون نسل جوان ما انرژی خود در ممالک خارج به مصرف میرسانه. بهتر است که در وطن خود به نسل های آینده خود کار کنیم. برکت بخیر باشین. وقت خوش. خوش آمدین. خوش باشین.
اوقات لحظات خوش شبهای کابل بود. از این منظره و از این فضای متفاوت بر شما تهیه کردیم. یکمه که در مورد بازسازی وطن هم قصه ها داشتیم و سهولت هایی که ما داریم در کشور ما تا دنیا ببینه که ما استشته خدا مهربان از دنیا با امید خورده شده بالای سر خدا است. انشالله که جور و تیار صحت سلامت باشین. از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنین. خداوند یار و مددگارتون باشین.